سر خط خبرها. با اطلاق رژیم آل سعود و سیاست‌های آمریکا در جهان خواهد بود. ملت یمن دفاع سپاه پاسداران از حضور ایران در جنگ یمن. فرمانده هوافضای سپاه هم میگوید پایگاه‌های آمریکا در منطقه در تیررس ماست. اتهام تازه آمریکا علیه ایران، میگوید تهران همه توان تسلیحات شیمیاییش را اعلام نکرده. انتقاد دیدبان حقوق بشر از برخورد با اعتراض‌های صنفی در ایران، به گفته این سازمان فشار بر معلمان و کارگران افزایش یافته. و توافق لندن و کمیسیون اروپا بر سر پیشنویس روابط آینده دو طرف. حزب مخالف دولت بریتانیا میگوید تیری در تاریکی است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید پایگاه‌های آمریکا در منطقه در تیررس موشک‌های ایران هستند. امیرعلی حاجی زاده به مواضع آمریکا در افغانستان، امارات و قطر و همچنین ناوهای هواپیمابر این کشور در خلیج فارس و دریای عمان به عنوان اهدافی اشاره کرد که به گفته او اگر تکان بخورند با واکنش نظامی ایران روبرو خواهند شد. همزمان در تهران در همایش موسوم به حمایت از مردم یمن، یکی از سخنرانان گفته دوران آنچه او کمک رسانی مخفی و پنهان به یمن خوانده به پایان رسیده و این حمایت باید آشکار باشد. ژیار گل گزارش می‌دهد. به رخ کشیدن توان موشکی ایران، اینجا این فرمانده ارشد سپاه در برنامه‌ای در تلویزیون دولتی ایران پایگاه‌های آمریکا در منطقه را نشان می‌دهد. و نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه‌ها و ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس را اهدافی در تیررس موشک‌های سپاه می‌خواند. این وضعیت آمریکاییاست. یعنی گوشتیه که انگار زیر دندون ماست. اونا جون بخورن خب می‌ذاریم سرشون. این وضعیت الان در منطقه وجود داره. این قبلا اینطور بوده نه. قبلا تهدید بودن اینا برای ما. الان فرصتن. فرصتی برای سپاه، اما ضربه‌ای بالقوه و مهلک به اقتصاد ایران. فعالیت‌های موشکی سپاه یکی از بهانه‌های آمریکا برای تحمیل شدیدترین تحریم‌های اقتصادی به ایران است. این فرمانده سپاه در حالی قدرتمندترین ارتش جهان را تهدید می‌کند که اسرائیل در یک سال گذشته بارها به پایگاه نیروهای وابسته به ایران در سوریه حمله کرده. اما ایران نتوانسته یا دست کم نخواسته علیه ارتش پیشرفته اسرائیل وارد عمل شود. همزمان در همایش بین المللی حمایت از مردم یمن که با همکاری سپاه پاسداران در تهران برگزار می شود، بار دیگر فرماندهان سپاه از آنچه مقاومت مردم یمن خواندند حمایت کردند. یمن با اطلاق رژیم آل سعود و سیاست‌های آمریکا در جهان خواهد بود. ملت یمن زنده و سربلند خواهد ایستاد. ایران از طرف کشورهای غربی و عربستان سعودی متهم شده که به شبه نظامیان حوثی یمن سلاح و موشک می‌دهد. اما مقام‌های ایران بارها گفتند که این کشور تنها از آنها حمایت معنوی می‌کند. در همین حال امروز این روحانی نزدیک به رهبر ایران می‌گوید سپاه نباید کمک به یمنی‌ها را مخفی کند. من معتقدم که دوران کمک رسانی مخفی و پنهان به یمن فرا این دوران به پایان رسیده. همچنین به فلسطین. کار بسیار عالی و جالبی جناب آقای نصرالله سلام الله تعالی انجام داد همین چند روز پیش که رسما اعلام کرد ما به فلسطین کمک میکنیم، ما موشک به فلسطینی ها میدیم. پس از انتخاب دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا، کاخ سفید مهار ایران در منطقه را در صدر اولویت های خود در خاورمیانه قرار داد. ما شاهد قدرت اخلالگری ایران از بحرین تا عربستان سعودی بودیم. زمان اون رسیده که ایران خودش رو جمع کنه و مسئولیت پذیر بشه. آمریکا توان موشکی ایران و حمایت نیروی قدس سپاه از شبه نظامیان منطقه را تهدیدی برای خود و متحدانش می‌داند. هیچ شبی نیست ما نخوابیم
ضد شما فکر نکنیم آقای ترامپ قمارباز. آمریکا آنچرا که فعالیت‌های مخرب ایران می‌خواند به عنوان دلیل بازگرداندن تحریم‌های شدید علیه تهران اعلام کرده. تحریم‌هایی که زندگی میلیون‌ها ایرانی را مشکل‌تر کرده است. ژیارگل، بی بی سی. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا با ماست. آقای حسن یاری، این حرفای فرمانده هوافضای سپاه چقدر به واقعیت نزدیکه وقتی که میگه که ایران از نظر نظامی این قدرت رو داره که پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو هدف قرار بده؟ خب این میتونه اتفاق بیفته. هدف قرار دادن یک بحث است، ضربه زدن به اون پایگاه‌ها بحث دیگری. اینکه ایران میتونه نه تنها به این پایگاه‌ها، به هر کشوری در منطقه موشک پرانی بکنه، این قدرت رو داره. ولی بحث این هست که جنگ تازه شروع میشه با چنین اقدامی و پایان جنگ به شکل دیگری رقم خواهد خورد. به نظر من بسیار غیر مسئولانه است این حرفا رو زدن. این نشان از این میدهد که به خلاف گفته رهبران سیاسی ایران، آقای روحانی، آقای ظریف و دیگران که در پی این هستن که به نوعی به مسالمت با اروپا دست پیدا بکنن، این گفته های فرماندهان سپاه دقیقا خرابکاری است، در اختلال، ایجاد اختلال هست در اقدامات سیاسی این افراد و به طور قطع بازتاب منفی خواهد داشت نزد اروپایی ها هم. تنها آمریکا نیست که در این وسط عکس‌العمل منفی متاسفانه نشان خواهد داد. چه واکنشی رو شما از طرف اونها میبینید؟ به پاسخ منفی اروپایی ها اشاره کردید، ولی بجز حرف‌های فرمانده هوافضای سپاه در مورد یمن هم ایران به نظر میرسه که تغییر سیاست داده، چون امروز در این سخنرانی که در همایش مربوط به یمن انجام شده بود گفتن که دیگه نباید پنهان کنیم، هرچند که زیاد هم شاید پنهانی نبود اینکه داریم به یمن کمک می‌کنیم، به قول خودشون البته. به نظر من این بسیار بسیار حرف بزرگی است و کاملا خلاف حرفایی است که تا حالا جمهوری اسلامی میزده. دقیقاً همون کاری رو دارن میکنن که در مورد حزب الله گفته شد و در مورد سوریه. در مورد حزب الله ایران خب از حزب الله حمایت‌هایی میکرده، ولی هرگز به شکل روشنی از چند و چون این حمایت‌ها حرف زده نمیشد تا زمانی که آقای نصرالله گفت از حقوق ما تا موشک‌های ما از ایران میاد. در مورد سوریه سالها ایران برای این نظر بود که این حضورش در اونجا مستشاری است و بعد که خب دیده شد که حضور بیش از اینها نظامی است. در مورد یمن هم ایران همواره انکار می‌کرده که در امور داخلی یمن و حمایت از حوثی‌ها اقدامی انجام میده. با این حرفی که این آقای روحانی زده، یعنی اینکه پنهانکاری بس است و بایستی روشن ادامه داد به این کارها، این به نظر من بسیار بسیار مشکل خواهد بود برای سیاست خارجی ایران، برای ایران و دست دشمنان ایران رو از جمله آقای ترامپ و اسرائیلی ها و سعودی ها رو محکمتر خواهد کرد و بهانه های بیشتری به اینها خواهد داد که به جامعه جهانی، به خصوص به اروپایی ها، به روس ها و چینی ها بگویند که ما همواره در چنین گفتیم. الان خود ایرانی ها به طور روشن تأیید میکنن حرفی رو که ما سالهای گذشته زدیم و این موشک هایی که از توسط حوثی ها به عربستان، به سوی عربستان پرتاب میشه و به گفتی آمریکایی ها در گذشته این موشک ها ایرانی بودن و ایران انکار میکرد چنین امری رو، الان به طور خیلی روشن مسئولیت ایران در جنگ یمن در کنار مسئولیت عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورها کاملا روشنه که به نظر من این ضربه بسیار مهلکی خواهد زد بر اعتبار جمهوری اسلامی در جهان، هرچند که با ترتیب دادن کنفرانس های نظیر این کنفرانس یمن در تهران در صدد این هستند که به قولی اون چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده، یعنی حمایت از همه مستضعفین جهان، به اون امر ادامه بدهند. منتها واقعیت این هست که اقتصاد ایران در شرایط بسیار بسیار بدی است، بحث انزوای ایران هست و گفته های این فرماندهان سپاه و روحانیون در مورد یمن و در مورد سایر کشورهای منطقه و همچنین اهداف آمریکا در منطقه، اینها صرفاً
ضررهای بسیار بزرگ و غیر قابل جبرانی به ایران خواهد زد و همواره محکمتر خواهد کرد موضع دشمنان جمهوری اسلامی در منطقه و جهان رو. در گزارش ژیار هم دیدیم که اشاره شد به این که وقتی اسرائیل پایگاه‌های ایران رو در سوریه هدف قرار داد، ایران واکنشی نشون نداد. آیا شما شرایطی رو می‌بینید که ایران بخواد پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو هدف بگیره؟ خب طی سال‌های گذشته ایران همواره این حرفا رو می‌زده، فرماندهان سپاه بخصوص، که وقتی که حرف از این زده میشد که موشک‌های ایران تا 2000 کیلومتر برد دارن، 2500 کیلومتر برد دارن و توان این رو دارن که جنوب اروپا یا اهداف آمریکا در این فاصله رو هدف قرار بدهن، این حرفا زده میشد. ولی در مورد بستن خلیج فارس، در مورد این که با اسرائیل چنین و چنان خواهند کرد، همونطوری که در گزارش شنیده شد، اسرائیلی ها بارها ضربات بسیار محکمی بر پیکره نظامی ایران در سوریه وارد کردن. هر بار بعد از اینکه مدت چند روزی عکس العملی از جانب ایران شنیده نمی شد، بعداً اعلام می شد که ما تلافی خواهیم کرد، ولی تلافی ها هرگز به وجود نیومدن. و در مورد این اهداف آمریکا، خب اگر که ایران قادر نیست که به اسرائیل ضربه بزنه، چگونه قادر خواهد بود که به آمریکا که قدرت بسیار بسیار برتری است از اسرائیل ضربه بزنه؟ به طور قطع این حرفایی که زده میشه به نظر من بوی جنگ از اونها میاد و زمینه ساز جنگی خواهد بود با ایران که این جنگ بسیار بسیار ویرانگر خواهد بود. متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی یا اینکه سخن در این مورد نمیگویند و یا اینکه به نوعی راضی هستند از این سخنان. ممنونم ازتون. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. در خبر دیگری مربوط به ایران، نماینده ای آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ایران را متهم کرده که تمام توانایی‌های خود درباره سلاح‌های شیمیایی را اعلام نکرده. کنت وارد در نشستی که امروز در مقر این نهاد در آمستردام برگزار شد، ایران را به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی متهم کرد. پیشتر هم آمریکا ایران را در این زمینه متهم کرده بود، اما مقامات ایرانی اکیداً آن را رد کردند. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، وقتی که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی میگه که ایران تسلیحاتی داره که اعلام نکرده، این اطلاعات رو از کجا آورده و منظورش از این تسلیحات چیه؟ خوب، آمریکایی‌ها قبل از این نشست کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی گفته بودند که ما اعلام خواهیم کرد چنین چیزی رو، ولی مدارکی واقعا ارائه نکردن. اون چرا که گفتن برخی از موشک‌ها، برخی از خمپاره‌ها و دیگر اشیایی رو که در سوریه یا در عراق به دست آوردن نشون میده که ایران هنوز توانایی ساخت سلاح‌های شیمیایی رو داره. و در یه موردی هم ذکر کردن که دارن سلاح‌های شیمیایی درست میکنن که برای حمله به اعصاب، ولی در حال حاضر همه اینها اتهام است، ثابت نشده و ایران هم این رو به شدت رد کرده. این اتهام ها اما چه عواقبی میتونه برای ایران داشته باشه؟ چون الان سفیر آمریکا هم در این سازمان گفته که این اولین باری نیست که ایران همچین کاری میکنه. قبلا هم در دهه 80 یه سری تسلیحات شیمیایی به لیبی داده بود که اعلام نکرده بود. خوب، آمریکا به باور من هم بزرگ نمایی میکنه و هم دنبال بهانه جوییه. ایران یکی از کشورهای، حالا از جمهوری اسلامی چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، یکی از کشورهای فعال در سازمان OPCW منع سلاح‌های شیمیاییه و ایران خودش یکی از کشورهایی است که واقعا 100,000 نفر مصدوم شیمیایی داشته و هنوز داره اثراتشو تحمل میکنه. اون چرا که نماینده ایران عنوان کرد و این اتهام داد به آمریکا، اینی که آمریکا که بیش از 30,000 تن سلاح‌های شیمیایی داشته و اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بیش از 40,000 تن و بر مبنای برنامه OPCW باید این سلاح‌ها رو از بین می‌بردن، همه این رو از بین نبردن، حدود 90% و 10% سلاح‌های شیمیایی هنوز باقی مونده. بنابراین این برداشته
و جواب نماینده ایران بود و در این حال این سیستم و مکانیزمی رو که در این سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به وجود آوردن که علاوه بر مانیتور کردن بتونه مقصر و کسی رو که موجب حمله سلاح‌های شیمیایی شده این رو تعیین بکنه بله. که قرار از فوریه امسال اجرا بشه، این دست این سازمان رو باز میکنه که بتونه بعضی از کشورها رو بدون توجه به سازمان ملل متحد متهم بکنه به داشتن سلاح شیمیایی و یا استفاده از اون. ممنونم ازتون حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راه بردی. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. فرماندهان سپاه پاسداران با در تیر رس خواندن پایگاه‌های آمریکا در منطقه میگویند یمن به باتلاقی برای ریاض و واشنگتن بدل خواهد شد. نماینده ی آمریکا در سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی ایران را متهم کرده که همه ی توان تسلیحات شیمیایی خود را گزارش نکرده. دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به اعتراض‌های کارگری اخیر در ایران گفته اعتصاب و اعتراض مسالمت‌آمیز حق کارگران است. این نهاد حقوق بشری همچنین از افزایش فشارها بر کارگران و معلمان ایرانی و بازداشت شماری از آنها انتقاد کرده. در روزهای گذشته شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در شوش و شرکت فولاد خوزستان بازداشت شدند. تعدادی از معلمان ایرانی هم به دنبال تحصن و اعتصاب بازداشت یا احضار شدند. تارا سپهری‌فر از سازمان دیدبان حقوق بشر درباره این گزارش بیشتر توضیح داد. چندین ماه گذشته ما شاهد موج‌های مختلف تظاهرات کارگری از اقشار مختلف، از معلمین، از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و بقیه اقشار جامعه بودیم که تحت شرایط دشوار اقتصادی زندگی و معیشتشون تحت تأثیر قرار گرفته. گزارش ما بحث‌های مختلفی پیرامون مشکلات این کارگران، علل وجود چنین مشکلات اقتصادی در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی مطرح بوده. اما گزارش ما به طور مشخص به یک حق اساسی کارگران اشاره می‌کنه و اون حق داشتن تشکل و حق اعتراض مسالمت‌آمیز برای بیان خواسته‌های صنفیشونه. و روندی که در چندین ماه گذشته ادامه داشته نشون میده که متأسفانه مسئولان ایران بار دیگر به سرکوب این خواست مسالمت آمیز کارگران برای در واقع بیان اعتراضشون و بیان خواسته هاشون به طور مسالمت آمیز دست دادن و کسانی رو که نقش برجسته در رهبری این اعتراض ها که به گفته تقریبا تمام رسانه های ایران داخلی و خارجی مسالمت آمیز بوده رو دستگیر کردن، تهدید کردن، بازجویی کردن و درسته که تعدادشون آزاد شدن اما تعدادشون و کسانی که نقش برجسته تری داشتن مثل آقای اسماعیل بخشی هنوز در بازداشت هستن. اطلاعات رو منتشر نمی کنیم مگر اینکه از صحت و سقون اطلاعات اطمینان حاصل بکنیم، با منابع داخلی چک بکنیم، با خانواده ها، با افرادی که از نزدیک در جریان این ماجرا هستند صحبت بکنیم و بتونیم این موارد رو مستند بکنیم. در نتیجه اگر اسمی از منابع ما منتشر نمیشه به خاطر این هستش که افراد در قبل از این به خاطر صحبت با گروه های حقوق بشری و رسانه های خارجی مورد تعقیب و پیگیری قضایی قرار گرفتن. و اگر شما بیانیه های گروه های حقوق بشری رو نگاه بکنین بسیاری از موارد ارجاع شده به رسانه های داخلی و حتی گفته های مقامات مسئول. مسئله سیاه نمایی مسئله هستش که تقریبا اکثر دولت هایی که ما در موردشون گزارشی منتشر میکنیم در رابطه با نقض حقوق بشر به این بهانه دست میزنند و برای توجیه اتفاقی که افتاده ما رو متهم به سیاه نمایی میکنند. وگرنه وقتی که ما در زمینه در مورد مسئله کشور عربستان، دولت اسرائیل و حتی در برخی موارد دولت‌های غربی هم گزارش تهیه می‌کنیم، برخی موارد جواب دولت‌ها این هستش که ما سیاه‌نمایی کردیم یا اینکه اغراق کردیم، اما ما تا چیزی رو نتونیم مستند بکنیم دست به انتشارش نمی‌زنیم. تارا سپهری‌فر بود از سازمان دیدبان حقوق بشر.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا خبر داده که امروز یک ماه از حقوق معوقه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده. ایرنا این خبر را به نقل از غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گزارش کرده. کارگران نیشکر هفت‌تپه در هفته‌های گذشته تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و نحوه مدیریت این مجموعه صنعتی برگزار کردند. در این اعتراض‌ها تعدادی از کارگران بازداشت شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید امروز 3 نفر از نمایندگان بازداشتی کارگران آزاد شدند. این نهاد صنفی میگوید اسماعیل بخشی، دیگر نماینده کارگران و سپید قلیان همچنان در بازداشت هستند. 5 نفر از مرزبانان ایرانی که اسیر گروه جیش العدل شده بودند دیشب به ایران بازگشتند. سپاه پاسداران گفته رایزنی با مقام‌های پاکستانی موجب آزادی 5 نفر از 12 مرزبان اسیر ایرانی شد. شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفته امیدوار است 7 نفر باقی مانده هم به زودی آزاد شوند. این مرزبانان نزدیک به 2 ماه پیش در مرز میرجاوه در جنوب شرقی ایران به اسارت گروه جیش العدل درآمدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای را تایید کرده. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در نامه‌ای به شورای حکام این نهاد نوشته رفتار ایران خارج از چهارچوب برجام نبوده. او تاکید کرده راستی‌آزمایی از ایران مطابق توافق ادامه پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ در بهار امسال آمریکا را از این توافق خارج کرد، اما باقی امضا کنندگان و ایران همچنان به برجام متعهد ماندند. بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد روابط آینده دو طرف بعد از برگزیت به توافق رسیدند. این توافق یک بیانیه سیاسی خوانده شده. قرار است پیشنویس آن فردا نهایی شده و یک شنبه در بروکسل به تایید رهبران 27 عضو اتحادیه اروپا برسد. کسرا ناجی در گزارشش میگوید متن توافق در مورد جزئیات چگونگی خروج بریتانیا هنوز راهی پرمانع در پیش دارد. مقام‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای عضو امروز در مورد پیشنویس آنچه به بیانیه سیاسی معروف شده به توافق رسیدند. یک بیانیه 26 صفحه‌ای که چارچوب روابط آینده بریتانیا است با اتحادیه اروپا بعد از خروج بریتانیا از این اتحادیه تا چند ماه دیگر. این سخنگوی کمیسیون اروپا امروز در مقر این کمیسیون در بروکسل. در نامه رئیس کمیسیون آمده است که پیشنویس بیانیه سیاسی که چارچوب روابط آینده اتحادیه اروپا و بریتانیا را تعیین می‌کند، در سطح مذاکره کنندگان مورد توافق قرار گرفته است و به طور اصولی هم در سطح سیاسی تایید شده و حالا باید به تصویب سران کشورهای عضو برسد. این نخست وزیر بریتانیا ظهر امروز که میگوید به توافق خوبی دست یافته است که منافع بریتانیا را تامین میکند. من همین الان کابینه را در جریان پیشرفت مذاکرات قرار دادم و بعد از ظهر امروز هم پارلمان را در جریان خواهم گذاشت. این توافق خوبی است برای بریتانیا. این توافق آنچرا که مردم در رفراندوم میخواستند برآورده میکند و کنترل مرزهایمان را به ما برمیگرداند، کنترل بر پولمان و قوانینمان. در این حال امنیت ما را هم حفظ می‌کند و حاکمیت بریتانیا را هم تضمین می‌کند. نخست وزیر بریتانیا گفت اطمینان دارد که رهبران اتحادیه اروپا روز یکشنبه در یک اجلاس ویژه سران این توافق و همچنین توافق چگونگی خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا تایید خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که 2 توافق بیانیه سیاسی و توافق چگونگی خروج تا چه حد خواسته های موافقان و مخالفان خروج را در بریتانیا برآورده می‌کند. آنچه که روشن است این است که این توافق در بریتانیا دست کم هنوز موانع زیادی در مقابل دارد. چند ساعت بعد در پارلمان خانم می جزئیات بیشتری از بیانیه سیاسی و توافق خروج به نمایندگان ارائه کرد. آقای رئیس، توافقی که با آن دست پیدا کردیم یک منطقه آزاد تجاری را بین ما و اروپا ایجاد می‌کند که در آن هیچ تعرفه یا عوارض و محدودیتی وجود نخواهد داشت. این اولین توافق از این نوع بین اروپا و یک کشور پیشرفته اقتصادی است که برای ایجاد شغل بسیار مهم است. خانم می در پارلمان با مشکل بزرگی روبرو است. بخش مهمی از نمایندگان محافظه‌کار و همچنین بخش مهمی از نمایندگان حزب کارگر و نمایندگان ایرلند مخالف این توافق هستند و ممکن است دست به دست هم دولت او را سرنگون کنند.
کسرانجی بی بی سی. فرهنگ جهانپور استاد مطالعات خاورمیانه از آکسفورد با ماست. آقای جهانپور، شما این طرح رو چگونه میبینید؟ چه فرقی با طرح‌های قبلی داشت که اقبال بهتری پیدا کرد؟ بنده خیال میکنم که پیشرفت نسبتاً قابل ملاحظه‌ای داشته. همینطور که اطلاع دارین، برگزیت یا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا دو قسمت داره. یکی اگر مایل باشیم بگیم مرحله طلاق، یعنی اینکه قرار بگذارن که دو طرف موافقت بکنن با طلاق. قسمت بعدیش این است که موافقت بکنن که اموالشون رو چطور تقسیم بکنن. هفته گذشته خانم می یک معاهده و قراردادی و موافقتنامه رو با اروپا آورد در 585 صفحه که درباره مقررات خروج بریتانیا بود، ولی اینکه چجور موافقتنامه بعدی طرح خواهد شد خیلی درش مطلب نبود، فقط یک قرارداد 5 صفحه خلاصه بود. امروز ایشون یک موافقتنامه 26 صفحه‌ای رو درباره به اصطلاح نظرگاه آینده ارائه داده به مجلس، ولی آقای کوربین این رو 26 صفحه پرت و پلا بهش اشاره کرد. بنده خیال میکنم که هنوز مشکلات زیادی داره، چون که اگرچه در 3-4 مورد همینطور که خانم می میگه موفقیت نسبتا خوبی به دست آمده، ولی اقلا در 3 مورد هنوز مشکل اساسی وجود داره. همونطور که شما داشتین صحبت میکردین آقای جهانپور، داریم تصاویر زنده میبینیم از پارلمان بریتانیا، جایی که امروز خانم می حضور پیدا کرد تا نمایندگان پارلمان رو در جریان جزئیات این طرح قرار بده. به اون 3 موردی که اشاره کردید ممکنه بیشتر توضیح بدید در موردش؟ 3 موردی که خانم می موافقت کرده یا این 3 موردی که شما بهش اشاره کردید که مشکلاتی هستن که شما میبینید؟ مشکلاتی، البته یه مشکلی اخیراً بهش اضافه شد بعد از قرارداد قبلی هفته گذشته. دولت اسپانیا گفت که نظرات درباره جبل طارق یا جبرالتار هنوز روشن نیست. می‌دونیم که بعد از جنگ‌های ناپلئونی جبل طارق شد جزء تبعه به اصطلاح تحت حمایه انگلیس. منتها این تقریبا وابسته نزدیک به خاک اسپانیا هست و اسپانیا معتقده که این جزء اسپانیاست. اگرچه در نظرسنجی‌های در داخل خود جبل طارق اکثریت مردم همه گفتن که می‌خوان به عنوان تبعه انگلستان بمونن. این یک مشکله که هنوز وضعش نامعینه و گفتن که دربارش در آینده تصمیم می‌گیرن. مشکل دوم درباره دادگاه عالی اتحادیه اروپا است که در بسیاری از مناقشات باید رأی بده و خیلی از انگلیسی‌ها با این مخالفن، چون که میخوان که استقلال کامل قضایی داشته باشن. و موضوع مشکل سوم که همینطور ادامه داره مشکل ایرلند هست، که این مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی یا اصلا مرز بین تمام جزیره ایرلند و انگلستان رو چجور حل و فصل بکنن. ممنونم ازتون. این داستان همچنان ادامه داره و در آینده مطمئناً بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. فرهنگ جهانپور استاد مطالعات خاورمیانه از آکسفورد، ممنونم ازتون. خیلی متشکرم. به این ترتیب به پایان این بخش خبر می‌رسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی هستید.